ساختمان پلاسکو ساعت 5:30 صبح 30 دی ماه شعله ور شد و این سازه که فقط 53 سال از قدمتش میگذشت ساعت 11:35 دقیقه همون روز فرود. سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجوری که ساختمون ریخت، برو ساختمون متاسفانه همین الان ساختمون فرود ریخت. پلاسکو یکی از ساختمان‌های بزرگ و تجاری تهران بود و ریزشش بر اثر آتش خسارات جانی و مالی زیادی به همراه داشت. اما پلاسکو زمانی که افتتاح شد، افتخار شهر تهران بود. پیش سبا و آرشیو شبکه رفتم تا اینکه از پلاسکو برام بیشتر بگه. آره عزیزم نگاه کنیم، من کتاب اطلاعات سالانی سال 1141 یک نکته خیلی جالبی پیدا کردم که این توضیح رو برات داده که پلاسکو اولین و بزرگترین کارخانه پلاستیک سازی در خاورمیانه. در واقع پلاستیک سازی من فکر کنم از اول توش مثلا مغازه و اینا بوده، پوشاک نبوده، اصلا تولید وسایل پلاستیک مثل ظرفای پلاستیک، ظروف پلاستیکی بوده به زمان خودش. تو فکر کنین کارخانه سال 1339 شروع به کار کرده توسط برادران الغانیان و وقتی فکر می‌کنی می‌بینی اون موقع چقدر مدرن بوده. خیلی جالبه. حالا یه سری فوتیج هم برات دارم که حالا می‌ریم با هم ببینیم. آره آره ۵۴ سال پیش 17 طبقه برای اولین بار ساخته شد، یعنی در واقع تهران رو برد به سمت مدرن شدن. دقیقاً. قدم یکی از قدم‌ها. نگاش کن اینو از این بالا که نگاه می‌کنی تفاوت. چقدر قشنگ می‌بینی دقیقاً تفاوت. چیزی که برام خیلی جالبه اونی که در اون زمان این ساختمون مثل یه قولی وسط شهر، بقیه ساختمون همه خیلی در ارتفاع پایین بودن و یه گامی بود به سمت مدرن کردن تهران. نگاه کن عکسش. مثلا وقتی از بالا نگاه می‌کنی متوجه می‌شی چه تفاوتی بوده. خیلی عالیه. اوکی حتما از این ویدیوتون استفاده می‌کنم. خواهش می‌کنم. دست در نکنه. مرسی. لطف کردید. قربانت. مرسی. می‌بینم. تا به امروز که تقریبا 22 روز از این حادثه گذشته، ارگان‌های مختلف دولتی انگشت اتهام رو به سمت هم دراز می‌کنن و حتی یک ارگان هم هیچ سهمی از مسئولیت این حادثه رو نپذیرفته. اما مقامات شهرداری که بیش از بقیه ارگان‌ها نگاه‌های انتقاد به سمتشون دوخته شده، مدعی‌اند که بارها و بارها اخطارنامه‌های مختلف در مورد رعایت نکردن نکات ایمنی به صاحب این ساختمان که بنیاد مستضعفان فرستادن. ساختمانی که به علت ناامن بودنش حتی شرکت گاز هم حاضر نشده انشاب گازی به این ساختمان بده. با صاحبان پلاسکو یعنی بنیاد مستضعفان تماس گرفتم تا بپرسم چرا اخطارهای شهرداری رو نادیده گرفت. تمام نشد پلاسکو؟ بله خانم، این موضوع نیستش که به این زودی فراموش بشه. کجا تماس میگیره؟ شرمنده، ما مجوز نداریم صحبت کنیم. بله، اینم از بنیاد مستضعفان. جالبه که بدونید در 326مین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که برای رسیدگی به حادثه پلاسکو برگزار شد، آقای قالیباف شهردار تهران گفتن که این ساختمون صرفاً یک کارگاه بوده. با این گفته قالیباف سعی کرد بازرسی و حتی اقدام به پلمب این ساختمان را وظیفه وزارت کار اعلام کنه و به این شکل از عذرخواهی سر باز زد. گزارش‌های لحظه به لحظه این حادثه و تصاویر تلویزیونی خیابان‌های شلوغ و هرج و مرج مردم رو نشون می‌داد و اتومبیل‌های آمبولانس و آتش نشانی که در بین جمعیت سعی در رسیدن به محل حادثه داشتند، آغاز انتقادهای شدید به مدیریت بحران این حادثه بود. مهمترین نقطه ضعف اینه که ایمنی رو جدی نمیگیریم، دولتی و غیر دولتی، مسئول و غیر مسئول. طبق گفته عده‌ای از متخصصان، حد اکثر مقاومت سازه‌های فولادی و بتونی در مقابل آتش سوزی 3 ساعته. پس فرو ریختن این ساختمون قابل پیش بینی بوده. با این حال فرماندهان آتش نشانی نیروهاشون رو از ساختمان خارج نکردند. ساختمونی که آره حرارتش زیاده، معمولا ساختمون فلزیه، بعد از حرارتی که به درجه داره مثلا 1700 تا 1500 درجه سانتیگراد، فلزات دو فرمه میشه. یعنی نیاز این هست که ما جانفشانی کنیم، این کار رو هم خواهیم کرد، ولی ما با این دیدگاه که هر حادثه برسیم خودمون رو فدا بکنیم، یعنی ما نیومدیم توی این شوخ که بمیریم.
به گفته بعضی از خبرگزاری ها نقص امکانات آتش نشانان و نبود بیسیم کافی در اختیار آتش نشانان داخل ساختمان جزء مهمترین دلایل در مطلع کردن به موقع اونها در تخلیه ساختمان بوده. آیا این مثلا سیستم آنالوگ ما آیا ظرفیت داره که فقط 5000 تا آتش رو بیسیم داشته باشن؟ میخوام بگم این یه مسئله مدیریت کلانه، یه مسئله که باید زیر ساختاش فراهم باشه. این نیست که ما نخواهیم یا نتونیم بگیریم. آیا زیر ساختاش فراهم هست؟ آیا ما سیستم ماهواره‌ای توی ایران داریم استفاده میکنیم که بیان به نفرها جی پی اس بدیم؟ یه چیزایی دست ما هم نیست، تو مدیریت کلانه، توی رده‌های بالاتر از ماست. یکی از سوال‌های پیش آمده در مورد سطح آموزش آتش نشان‌ها بوده. غلامرضا انصاری اخیراً در 326مین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که به حادثه پلاسکو اختصاص داده شده بود درباره آموزش آتش نشانان پرسید آیا تنها با 3 ماه آموزش یک آتش نشان دیپلم میتوان از وی انتظارات گسترده داشت؟ دوره‌ای که الان سازمان ما برای کارآموزان مثلا دوره میذاره دوره‌اش حداقل 6 ماه است. غیر از این که ما باید خودمون رو بروز بکنیم از نظر تجهیزات، از نظر علم و دانش هم باید خودمون رو بروز بکنیم و این کار داره تو آتشنشان اتفاق میفته. نمیخوام بگم آتشنشان تو دنیا بی‌نظیره، نه، ولی انصافا آتشنشانی از تو حداقل تو منطقه خودمون تو بین این کشورهای منطقه حرفای زیادی برای گفتن داره. رخداد این حادثه باعث شد حسن روحانی هیئتی رو از میان اساتید دانشگاه و چهره‌های علمی با تخصص‌های عمران، بیمه، حقوق و مدیریت شهری مأمور تهیه گزارشی ملی در این زمینه کرد تا گزارشی کاملاً علمی تهیه بشه. اما چقدر این گزارش علمی به مرحله اجرا برسه و باعث تغییری بنیادی در مدیریت سازمان‌های مربوطه بشه، باید منتظر آینده بود. بنا به گفته‌های شهردار تهران، اگه پلاسکو به تنهایی باشه یا یک ساختمان دیگه باشه، توان تجهیزاتی برای امدادرسانی هست. اما اگه 5 تا ساختمان همزمان با حادثه مواجه بشن یا حادثه بزرگتری باشه، تجهیزات جواب نمیده. سازه ای که پشت سر من میبینید مونومنت لندنه. سازه ای که در قرن 17 و بعد از آتش سوزی بزرگ شهر لندن ساخته شده تا این حادثه تلخ به دست فراموشی سپرده نشه. حادثه پلاسکو در تهران باعث شد که 20 نفر جون خودشون رو از دست بدن. این در حالیه که طبق تحقیق مؤسسه ژاپنی جایکا در شهر تهران در صورت بروز حادثه بیش از 10,000 ساختمان ویران خواهند شد. امیدواریم که حادثه تلخ پلاسکو شروعی باشه برای ایمن ساختن شهر تهران.